خواهرم کجاست؟ رفت دستشویی. چیزی سفارش دادین؟ نه، اول میخواییم برقصیم. باشو. امیدوارم دوست پسرت ناراحت نشه که این وقت شب تو رو آوردیم اینجا. این که دوست پسر دارم و دیگه از کجا در آوردی؟ اینو تو گفتی؟ این پیشرفت بزرگیه. خب همه ممکنه اشتباه کنه. دیگه دوست پسرم کجا بوده؟ چون منو رد کردی. من میرم یکم بشینم. حالت خوبه؟ دیگه انرژی سابقو ندارم. ببخشید، انگار اشتباهی شده. اینجا جای ماست. اشتباهی پیش نیومده خانم. اومده بودم با شما آشنا بشم. من با دوست پسرم اومدم. این چه جسارتیه؟ پس با دوست پسرتون هستی؟ ببخشید، من فکر کرده بودم که کرم، آروم باش. چیزی شده؟ هیچی، یه سوء تفاهمه. معذرت میخوام. من نفهمیدم این مرده چی میخواست. من میرم یکم هوا بخورم. یه دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. داری چی کار میکنی؟ ها؟ کارم رو انجام میدم. نمیشه دو دقیقه شما رو به حال خودتون گذاشت. سریع گن میزنید. بعد میگم اومشو از اینجا برو، وگرنه صورتتو داغون میکنم. در واقع کاری نکن که من عصبانی بشم داداش کرم. ببین، گفتم داداش، ارزش اینو بدون. من کشته مرداد نیستم. این دختره رو تور کن، بعد پولتو جور کن. دوست دخترت هم که وارد بازی کردی، چیه؟ قصد داری اینو واسه این شاهزاده ردیف کنی؟ چیز تو پت میکنی؟ دهنتو ببند. اون کرم نیست؟ اون یکی هم همون مرده است. چه خبر شده؟ میکشمت مردی که، قسم میخورم میکشمت. چیزی نیست، اینجا جمع نشد. کرم، چی شده؟ ایشونو ول کنید، مهمون من هستن. ولی آقای جان، من شاهدم، مقصر نیست. باشه، ولش کنید. کرم، تو خوبی؟ خوبم، چیزی نیست. بهتره بریم قبل از اینکه بیشتر از این ناراحتی پیش بیاد. شبنه؟ هاکان چطوری؟ بیا تارم برسونیم. تو میتونی از اینجا خودت بری؟ آره؟ آره، خودم میرم. منم با تاکسی میرم، زحمتتون میشه. خود دانی. شب بخیر. ممنون.
خوبی؟ به خاطر هاکانه؟ بعد 2 سال برای اولین بار دیدمش. خوب ردش کردیم. خوب ردش کردی؟ شبمونو خراب کردم. میخواستم یارو رو خفش کنم. اونطوری که تو رو نگاه میکرد، اگه اورهان همه چی رو میگفت چی؟ اون وقتی که همه چی تموم میشد، مگه قیافه شبنمو ندیدی؟ اون که به خاطر یه چیز دیگه بود. به خاطر چی؟ وقتی داشتی میومدیم شبنم نامزد سابقه شدید، همونی که ترکش کرده بود. هاکان؟ اونو که دید یهو قیافش تغییر کرد. یعنی فکر نکنم از دستتو ناراحت باشه. پس خوبه؟ خوب نیست. این که شبنم با دیدن نامزد سابقش اینقدر تغییر کنه خوب نیست. داری چی کار میکنی تو؟ خواهر، ترسوندیم. داری از کیفم دزدی میکنی؟ چه دزدی؟ دنبال مسکن میگشتم. یکم دلم درد میکنه. مگه امروز چندمه؟ صبح بخیر. صبح بخیر پسرم. شبنم هنوز بیدار نشده؟ نه خوابیده. تعریف کن دیشب چطوری بود؟ در واقع بعدم شروع نشده بود، ولی وقتی داشتیم میامدیم با هاکان روبرو شدیم. آی عجب بدشانسی. باهاش که حرف نزدین؟ نه حرفی نزدیم، ولی شبنم یکم ناراحت شد. کرم چی؟ عکس العمل اون چی بود؟ حتی متوجهم نشد، چون همون موقع با کسی که به خواهرم گیر داده بود دعوا میکرد. چی؟ یعنی چی؟ یعنی میخواست اونو بزنه. خیلی بی کلاسه. اون وقت شما میگین واسه شبنم آدم مناسبیه. نمیگم مناسب شبنمه، میگم شبنم دوستش داره. بعد از هاکان خواهرت برای اولین بار عاشق شده. این عشق اونو به زندگی برگردونده. چیزی که مهمه اینه، سلامتی دخترم. ولی من فکر میکنم شبنم هنوز هاکانو دوست داره. خیلی این وقت صبح، مگه صبح کلاس نداشتی؟ عذرا، با کرم که دعوا نکردیم. چی شده؟ بگو دیگه. ملیس انگار من حاملم.
امروز صبح وقتی تاریخو دیدم فهمیدم. تست گرفتم و جوابشم مثبت در اومد. یهو احساساتی شدم. چی کار کنم ملیس؟ باشه باشه عزیزم، آروم باش. خیلی طبیعیه که اینطوری حس کنی. یعنی من مطمئنم نیستم. نمیدونم تا چه حد میشه به این تستا اعتماد کرد. به کرم گفتی؟ میخوای بگی؟ اصلا وقتش نیست. چرا وقتش نیست؟ مگه هنوز چقدر از فوت پدرش میگذره؟ تازه شروع به کار کرده، پس اندازی نداریم. چطور میتونیم عروسی بگیری؟ آره حق با توی عزیزم. تازه اول باید خودت مطمئن بشی. باید یه تست درست حسابی بگیری، باید بری آزمایشگاه، بعدم بری پیش دکتر، دکتر زنان، شایدم اشتباه باشه. امیدوارم. خوش اومدی، بیا تو. یکم پیش آوردنش. چیه دختر جون؟ بیا بیا. چه ماشین لباس شویی خریدی مامان؟ خیلی خوشگله، مبارکه. وای بر سرم، این اینجا چی کار میکنه؟ صبح که زنگ زدم گفتم نمیخوایم، پولش هم میخوام پس بگیرم. من از کجا میدونستم که میخوای پس بدی؟ دختر مخت کار نمیکنه؟ اگه خواهرتینو ببینه نمیگه از کجا، نمیگه پولش از کجا آوردی. من چه میدونم، فکر کردم حالا که خریدیش یه بهانه ای هم جور میکنی دیگه. عذرا اینو ببینه بیچاره میشیم. بیا 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 فعلا ببریم یه جا قایمش کنیم. نمیتونی برش داری، نصبش کردن، خودشون باید بیان بازش کنن. اوی اوی خب حالا چطوره؟ آره مطمئن باش که اصلا نمیفهمه. حق داری، معلومه. به این بزرگیه مگه میشه نبینه؟ پس اصلا نمیذاریم بیاد آشپزخونه. یه چیزی میگی مامانا؟ مگه میشه؟ اصلا من نمیدونم، هر کاری که لازمه خودت بکن، من کاری ندارم. الان هم مدرسم دیر شده، باید آماده شم. صبح بخیر. صبحت بخیر دخترم. صبح بخیر. دیشب بهت خوش گذشت؟ ای بد نبود. اما جان گفت هاکانو دیده بودین. ولش کن، ارزش حرف زدنم نداره. منم همینو میگم، وقتی تو خوبی دیگه هیچی مهم نیست. ساعت چنده؟ زود باش صبحانتو بخور، باید بریم. زود باش. کجا به این عجله؟ اونجوری که مامانم حاضر شده انگار واسه جنگ داره میره. همه یه روز روی جلسات و آزمایش و تستا کار میکنه. معلومه کارش خیلی سخته، بایدم عجله کنه. خدا قوت. اگه به چیزی نیاز داشتین یکی دو ساعت دیگه میتونم بگم بیا من از دست مامانم نجات بده. آماده باش. صبحانتو بخور، زود باش. الو، روز بخیر. میخواستم از دکتر زنان یه وقت بگیرم. بله اگه ممکنه امروز. دو؟ زودتر نمیشه؟ خیلی خوب باشه. عذرا اوزاک. بله عذرا اوزاک. باشه ممنونم. عشقم زنگ زدی به شبنم؟ باید زنگ میزده. خب آره دیگه، دختر بیچاره شب اونطوری داغون رفت خونه، تازه مسئله هاکانم هست. معذرت خواهی که کردم، دیگه باید چی کار میکردم؟ تازه هرچی بخواد بشه میشه. اما کرم اینطوری به جایی نمیرسیم. خب چی کار کنی؟ جوابا رو کی میگیریم؟ ساعت دو، بعدش هم میریم پیش دکتر سلیم. باشه پس ساعت دو اینجا میبینم تو، یه سر میرم باشگاه.
قبل از اینکه با دکتر سلیم حرف بزنی نمیتونی تنیس بازی کنی. این دفعه باید مراقب آب خوردنت هم باشی. میدونم. آخه با عذرا کلاس داشتم، بهش باید خبر بدم که نمیام. حق عضویتم باید پرداخت کنم. باشه عزیزم. حالت خوبه عزیزم، درسته؟ آخه یکم تو خودتی، کسل شدی. به من راستشو بگو. با دیدن هاکان خیلی ناراحت شدی، درسته؟ راستش اولش ناراحت شدم. منو یاد روزای بد گذشته انداخت. ولی از یه جهتم خوب بود. یعنی چی خوب بود؟ نمیدونم. انگار زمان نگذشته. هیچ اتفاق بدی هم نیفتاده و هنوز با همیم. یعنی یه همچین حسی داشتم. شایدم دلم میخواست اینطوری باشه. بی خیال دارم چرت و پرت میگم. ذهنم به هم ریخته است. نرماله مگه نه؟ آره نرماله. فکر کنم شبنم ذهنش به هم ریخته. هرچی باشه نامزد سابقش بوده، قرار بوده ازدواج کنه. چیزی نیست که ناامیدمون کنه، ولی باید سریع‌تر عمل کنیم کرم. باشه ولی چی کار کنیم؟ دختره نمیخواد با هم ازدواج کنه. میگه اول باید خوب بشم، فرصت بده از این حرفا. تو یه قدم برداری اون زودتر از تو میدوه. فقط باید یکم سریع‌تر قدم برداری. باشه پس مسیج میدم که همدیگر رو ببینیم. نه نمیخواد. تا نیم ساعت دیگه کلاس داریم، خودش میاد اینجا. تو فقط همینجا بشین و منتظر باش. وای وای کمین گرفتن و این حرفا ها؟ والا باید از تو ترسی گذار. باشه حالا دیگه. اوف حالا دیگه چی کار کنم؟ همه نمراتم کمه. خب آموزشگاه که میری، معلم خصوصی هم داری، بعد بهتر از این میشه. اوف خیلی بد شد، حالا چی کار کنم؟ حمدی؟ بله سمیرا. وای ببخشید ترسوندم اتاره؟ نه حواسم نبود ببخشید. چیز میخواستم بگم، اون روز باهات بدرفتاری کردم. تو؟ نه بابا مشکلی نیست. نه من بعدش خیلی ناراحت شدم، معذرت میخوام. اصلا مسئله ای نیست. چیز هنوزم میخوای تو درسام کمکم کنی؟ آره چه شروع کنیم؟ نمیدونم شاید فردا. خب کجا؟ نمیدونم شاید بریم خونه ما یا بریم یه... باشه باشه بهت خبر میدم. خیلی خوب باشه خدا میبینم. شبنم میدونم اینطوری غافل گیرت کردم، چون جواب تلفنمو نمیدی. معلومه که جواب نمیدادم. برای همینم چاره جز این که بیام سر راهت نداشتم. باید میدیدمت. بعد از 2 سال تازه یادت افتاده؟ تمام 2 سال توی ذهنم بودی شبنم، ولی الان تونستم بیام. باید یه سری اتفاقات میافتاد و دیوونه بازیمو تموم میکردم. باید با خودم حساب کتاب میکردم، ولی الان اینجام. وقتی دیشب دیدمت، وقتی صدا تو شنیدم، فهمیدم که دوستت دارم. خیلی هم دوستت دارم. ازت میخوام که منو ببخشی. نمیفهمم هاکان، واقعا نمیفهمم. اگه زمانی که از بیماریم با خبر شدی جدا میشدی درکت میکردم، ولی وقتی که من خوب شده بودم ترکم کردی. وقتی همه چی به خوبی و خوشی تمام شده بود ترجیح دادی که بری. فکر میکنم از اولش هم همینو میخواستی. چیزی که تو رو کنار من نگه میداشت عشق نبود، فقط فکر میکردی که کار بدیه که یه دختر بیمار رو تنها بذاری بری. برای همینم صبر کردی که خوب شم. شبنم هرچی که بگی حق داری، اشتباه کردم، ولی خیلی پشیمونم.
من از اینکه سرم داد بکشی و حتی بیرونم کنی هم اصلا ناراحت نمیشم. اگه دلم واسه تنگ نمیشد، اگه دوستت نداشتم چنین کاری میکردم، به هم بگو. شبنم معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. همیشه منتظر این لحظه بودم که ازم معذرت خواهی کنی، اینم که شد. پس دیگه انگیزه این ندارم که دوباره تو رو ببینم هاکان. ما روزای خوبی میتونیم با هم داشته باشیم، نباید اینطوری تموم بشه، نباید تموم شه. امشب هم دیگر رو ببینیم، حداقل این حق رو داریم که با هم بشینیم و حرف بزنیم. جای همیشگیمون منتظرتم. ساعت 7